به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. در مسیر زندگی گاهی اوقات ممکنه به دلایل مختلفی خودمون رو سرزنش کنیم و فراموش کنیم که همیشه راهی برای نجات هست. ما در این مسابقه تمرین می‌کنیم در بدترین شرایط هم همیشه امیدوار بمونیم و دست از تلاش برای پیروزی بر نداریم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدین. در مسابقه مافیا دو گروه شهروند و مافیا شرکت میکنند. گروه مافیا شامل رئیس مافیا، ناتو و گروگانگیره. رئیس مافیا مسئولیت هدایت تیم خودش رو داره و در نهایت تصمیم رو اون میگیره. استعلام رئیس مافیا برای کارگاه همیشه منفیه. ناتوی گروه مافیا در طول بازی یک بار میتونه از توانایی ناتویی استفاده کنه و سعی کنه نقش یک شهروند نقشدار رو حدس بزنه. در صورت درست بودن حدسش، اون شهروند تحت هر شرایطی از مسابقه خارج میشه و در صورت اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمیفته. در صورتی که گروه مافیا بخواد ناتوی کنه، دیگه امکان استفاده از تیرش رو در اون شب نداره. گروگانگیر که یارهاش رو میشناسه ولی به تنهایی کارش رو انجام میده، هر شب یکی از شهروندها رو گروگان میگیره. در صورتی که اون شهروند نقشدار باشه، نمیتونه اون شب از تواناییش استفاده کنه. گروگانگیر حق نداره برای دو شب متوالی یک نفر رو گروگان بگیره. گروه شهروند شامل پزشک، کاراگاه، تکاور، تفنگدار، نگهبان و شهروند ساده است. پزشک بازی بعد از شلیک گروه مافیا میتونه یک یا دو نفر رو نجات بده. کاراگاه در شب میتونه استعلام مافیایی یک نفر رو از راوی بگیره. تکاور شهروندیه که زمانی که مورد حمله گروه مافیا قرار میگیره، حق تکتیر اندازی داره. تکاور بازی در شبی که تکتیر اندازی میکنه، باید مطمئن باشه که کسی که مورد هدف قرار میده مافیاست. اگر به اشتباه شهروند رو مورد هدف قرار بده، خودش از بازی خارج میشه. البته اگر رئیس مافیا رو بزنه، هیچ کس از بازی خارج نمیشه. تفنگدار هر شب بیدار میشه و میتونه حداکثر دو تفنگ به افراد داخل بازی بده. افرادی که در شب تفنگ دریافت کردن، از نوع تفنگی که گرفتن خبر ندارن و فقط در طول روز بعدی حق استفاده از تفنگشون رو دارن. پس از شلیک تفنگ توسط افراد، راوی اعلام میکنه که تفنگ جنگی بوده یا مشقی. در صورتی که تفنگ مشقی باشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اما در صورت جنگی بودن تفنگ، شخصی که مورد هدف قرار گرفته از بازی خارج میشه و شهروند یا مافیا بودنش توسط راوی اعلام میشه. تفنگدار نمیتونه به خودش تفنگ جنگی بده. اگر کسی که تفنگ دریافت کرده کشته شب باشه، تفنگ به دست تفنگدار برمیگرده و میتونه در شب‌های بعدی اون رو به افراد دیگری بده. نگهبان نقش مقابل گروگانگیره که اولین نفر قبل از گروه مافیا بیدار میشه و از نقش یک یا دو نفر در برابر گروگانگیر نگهبانی میکنه و اجازه نمیده که نقش این افراد گرو گرفته بشه. نگهبان در روز زره داره و در صورتی که در طول روز به هر نحوی از بازی خارج بشه، زرهش میفته و نقشش توسط راوی اعلام میشه و از اون به بعد به عنوان شهروند ساده به بازی ادامه میده. آقایون سلام و عرض ادب. خیلی خوشحالم که مجدد شما عزیزان رو میبینم. به مرحله یک چهارم این فصل از مسابقات شهروند و مافیا خیلی خیلی خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ دور معارفه، سری میزنیم به گروه محترم داوری. آقای صادقی سلام، با شما شروع میکنیم. یادت جهان را پرغم میکند و فراموشی کیمیا. سلام عرض میکنم خدمتتون. بازی جذابی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که هیچ وقت تلاش نکنید که این بازیتون رو فراموش کنید بعد از بازی. پس یه جوری بازی کنید که مجبور نشید. دعا کنید که شب پخش بازی برق خونه‌های همه قطع بشه. ارادت. متشکرم. آقای نوید سلام. سلام به شما، سلام به همه. تبریک بابت صعودتون به این مرحله دوستان. امیدوارم به بهترین حالت ممکن بتونید تعادل بین احساستون و منطقتون رو برقرار کنید که این عامل اصلی پیروزیتونه. موفق باشید. متشکرم نوید. آقای سینا. آینه‌وار خیره به تنهایی تو هم.
آری، سکوت ساده ترین راه گفتگو. سلام، آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم تو این بازی بیشتر تمرکز کنیم و با دقت بالایی وارد بازیشون یه بازی جذاب به نمایش بذارید. موفق باشید. متشکرم سینای عزیز و آقای حمید، حالتون چطوره؟ درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستم. آرزو موفقیت میکنم برای همتون و امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید. در خدمتتون هستم. متشکرم آقای حمید. پیش بینیتون از این رقابت چیه؟ به نظرم بازی جذابه، ولی امیدوارم ما در جریان اتفاقایی که توی بازی میفته قرار بگیریم. واقعا همین جان. متشکرم. بفرمایید چیزی فرمودین آقای سلطانی. نه، میخواستم بگم واقعا ما در این بازی هیچ چیز جز تمرکز از شما نمیخوایم دوستان. سعی کنید تمرکزتون رو ببرید بالا. بله، متشکرم آقای صادقی. آقای مصطفی داور پنجممون، سلام، حالتون چطوره؟ ممنون، متشکر، سلام و عرض ادب. خیلی وقتا تو بازی کار درست انجام دادن به جا حرف زدن نیست، حرف نابجا نزدنه. خواهش میکنم که از حرف نابجا به جد پرهیز کنید تو بازی. با تشکر از همه عزیزان و با آرزوی دیدن یک رقابت فوق‌العاده جذاب میریم سراغ دور معارفه. آقایون صحبت میکنید 15 ثانیه بدون چالش شماره 1، بفرمایید. درود، اسمم شهرام، امیدوارم به هممون خوش بگذره. همینقدر که بدونید من شهروندم، به من اتهام نذارید. هر چی هست بین شما 9 نفره، 6 تاتون شهروندید، 3 تاتون مافیا. از نظر من 6 8 9 مافیان، از نظر من 10 و 3 فعلا میتونن شهروند باشن. حس خوب. بفرمایید نفر بعد. جمع کنیم بریم دیگه. بچه‌ها سلام، اسم من سیناه، خیلی خوشحالم با همتون دارم بازی میکنم. امیدوارم بهترین بازی این فصل این بازی باشه با پیروزی شهروندا. من از آقای پوریا حس خوبی نگرفتم، از آقای محسن هم حس خوبی نگرفتم. دکتر یه شب لطفاً منو سیو بده، یه تفنگ جنگی هم به ما بده. بفرمایید. سلام بچه‌ها، حمید رضا هستم از شهر ری، باعث افتخاره دارم بینتون بازی میکنم. ببین استاد، تو گفتی ما رو گیر آوردی ولی به شماره 1 کاری نشه، درسته؟ من یه اتهام میزنم به آقای شماره 2، از شماره 8 اصلا حس خوبی نمیگیرم. از اول بازی که نقش گرفته احساس میکنم سنگین نقشش. بچرخه. بفرمایید. سلام دوستان، مهدی هم، خیلی خوشحالم که کماکان دارم باهاتون بازی میکنم. من از شماره 1 و 3 حس شهروندی میگیرم، یه اتهام میزنم به 2، یه اتهام میزنم به 6، یه اتهام میزنم به 8. انشالله که خیره. بفرمایید. عجیب بود. الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، آرمان هستم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم، ازتون بازی یاد میگیرم. حمید چه کره ناموفقی داشتی از صحبت سینا میگرفتی، خیلی به نظر من ناموفق بود. حمید صحبتش به من مشکوک بود، بعد مهدی تو به سینا اتهام زدی، به نظر من بعد راجع به حمید نظر میدادی. من جمله‌ام ببندم، من از شماره 9 حس خوبی نمیگیرم و همچنین شماره 6. درود دوستان، سلام، من پوریا هستم، خیلی خوشحالم دارم تو جمعتون بازی میکنم. تو قطعی مافیایی، اصلا تو راه نداره. چی جوری الان گفت حمید تا اتهام زدی؟ اصلا تو راه نداره، تو قطعی مافیای بازی هستی. ببین تو فردا پرواز الهی میکنی. به نظرم سینا شهرونده، تیری هم که میخواد بهش بدید. به من احساس خوبی داشته باش از این به بعد، چون اولین بازی بونه. بفرمایید. سلام دوستان، من محسنم، خیلی خوشحالم دارم تو جمعتون بازی میکنم. آقای پویا، به نظرم مافیای بازی فقط راجع بغلیت صحبت که این استدلال مافیایی برای شما. بعد سینا گفت حس خوب نمیگیره از 4 و 5. از ببخشید شما چند؟ 6 و 7. به نظرم سینا هم حس خوب نگیره یعنی چی؟ پشو بگو من مافیا. به نظرم سینا هم میتونه مافیا بشه. حس خوب میگیرم نه اینجا، پشو بگو مافیا. سینا هم مافیای بازی. بفرمایید. سلام دوستان، امیررضا بازیتون هستم از شهر زیبای نور. ببین آقای شماره 6، شما میای آقای شماره 5 رو به قصد مافیای بازی میخونی، چرا به آقای شماره 3 تارگت اتهام زد؟ ببین آقای شماره 6 رو بنده مافیا دارم، شماره 9 خیلی بیش از اندازه استرس داره، شماره 1 هم خیلی بیش از اندازه استرس داره. بفرمایید. سلام دوستان، به نام خدا، احمدم از مشهد. این یه بزرگی میگفت کسی که داره گوش میکنه قطعا حتماً داره گوش میکنه. من اینو دیروز تازه شنیدم. ببین با سینا قطعا بازی میشه. ببین شماره 3 چی گفتی؟ سینا گفت 6 و 7، اصلا به راجع به تو یا نفر قبلیش نظر نداد. بفرمایید نفر بعد. 367. در جهانی که نامش عالم است، من عالمی دارم که نامش مادر است. سلام دوستان، من محمدم از شهر زیبای گرگان، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. بچه‌ها من شهروندم، شما قطع به یقین شماره 7 مافیاست. استاد به شماره 6 میگی، چرا راجع به شماره 5 نظر دادی؟ راجع به بقیه کار نشتی. تو هم فقط به نفر قبلیت گیر دادی و راجع به سینا. من نظرم سینا شهرونده، شماره 3 میتونه شهروند باشه. 7 و 9 مافیای منم. با الامان شب میشه و شهر به خواب میره.
رئیس مافیا از خواب بیدار شه. ناتو گروگانگیر تایید. رئیس مافیا و ناتو بخوابن. گروگانگیر. رئیس مافیا تایید. ناتو تایید. گروگانگیر بخوابه. نگهبان بخوابه. کاراگاه بخوابه. تفنگدار بخوابه. پزشک بخوابه. و تکاور. تکاور بخوابه. با اله من روز میشه و شهر بیدار. یک دور صحبت میکنید، 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفرمایید. شماره 9 بفهم. بله. ببینید تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. ببینید نفر دهمه. سینا رو شهر دید. خب 5 تا قبل تو هم سینا رو شهر دیدن. چی من استرس دارم بر دلیل استرس؟ ببین شماره 10 به قط مافیای بازیه. به قط ها. ببین بعد ما حداقل 5 تا تو اتهام بخورید. خب استاد 367 چی شد؟ درسته؟ استاد برای من شعبان بود معارفش، دوست داشتم صحبتش. از نظر من شما مافیایی، بین 6 و 7 هم قطعا یه دونه در میاد. این چیزی بود که از معارفتون دیدم. چالش. 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 آقای شماره 10 بفرمایید. قبل از شما؟ بله بفرمایید. این دوست عزیز، من یک بار همین اول ابتدای روز دارم بهت یک اختار میدم. سه نفری که دیروز اتهام زدی راجبشون نظری نداری، سردست چالش گرفتی منی که بعد از تو صحبت کردم و بکوبی. اگر شهروندی من شهروند من اتهام نزد. این آخرین اختار شهروندی بود که بهت دادم. من شهروند بازیم. بفهم. ببینید بچه ها، همیشه راجب استدلال میشه دروغ گفت، راجب حس ما میتونیم دروغ بگیم. یعنی من نمیتونم دروغ بگم که فلانی حس بدی گرفتم. پس اگر شما شهروندی من میگم حس بدی گرفتم، چه دلیلی داره شما حرف نزده من بخوام بهت اتهام بزنم؟ نکته اول، شما برات ایشون مافیا بوده؟ چرا هم من خواستی پس بهش اتهام بزنم؟ نکته دوم، نکته سوم، مگه تا اتهاماتی که آقای شماره 9 زدن حرف زدن که بخوان حرف بزنن؟ حرفای مشکوک میزنی. آقای شهرام چه حرفی بود الان زدی؟ بچه‌ها چاله شما صحبت کن. شماره رو اعلام کنید برای چالش. آقای شماره چی شما صحبت؟ آقای شهرام شما صحبت این همه آدم شنیدی، چالش میدی به شماره 9، فقط در مورد چالش شماره 9 صحبت میکنی. یعنی خودت هیچ مافیای دیگه نداری. شهرام به شدت مشکوکه. سینا هزار شهروند بازی. بچه ببین آقای شماره 2، شما یه صحبت ریزی درباره شماره 1 کردی، گفتی که بقیه پس چی ان، ولی بهش تارگت نزدی. درسته؟ یه حسی اتهام نزدی، یه حسی حرفاش گرفتی. به نظر من بعد نظری درباره اش میدادی. بچه آقای شماره 9 سر صحبت چالش میگیره. استاد اصلا چی گفتی شما؟ ببین مگه سر صحبت چالش بگیرم هزار تا فکت وارد بازی میکنم. بچه آقا فقط میخواست شماره 10 این شماره 10 من تا آخر بازی با شما بازی میشه. هزار تا دلیل و استدلال وارد بازی میکنین. بفرمایید صحبت کنه. یعنی بچه شما حرفای سینا و پوریا رو دوست داشتم. شما دوتا بازی کنین، سه هم فکر میکنم میتونه شهروند باشه. ما چهار تا فعلا با هم بازی کنیم. بچه‌ها اصلا همه رها کنین. استاد من دیروز به تو اتهام زدم، یه چالش نگرفتی. این استادم انقدر استرس داره داره منفجر میشه. بین هفته هاش دوتا نباشه قطعی یه دونه مافیا است. بفهم. بچه من کماکان سینا رو مافیا دارم. دیروز من آقا رو حمایت کردم، یه اتهام به تو زدم. تو اول صحبتت داشتی فقط به من نگاه می‌کردی، یه توضیحای ریزی می‌دادی، اصلا نفهمیدم چی گفتی. من سینا رو مافیا دارم. دیروز من سه و یک رو حمایت کردم، بعد تو میگی راجع به سه نظر ندادی. من پنجم خیلی مشکوک دارم، هفت و هشتم به نظرم یکی در میاد، ده شهروند، نه شهروند. چالش سینا بعد صحبت من صحبت کنه. من نگفتم تو راجع به سه نظری ندادی. من گیر به کره ناموفق سه دادم. من کسی دیروز برگشت به شماره 4 گفتش که چرا راجع به شماره 3 نظری ندادی.
ببین پوریا، اون اتهامی که راجع به شهرام میزنی فکتی بود که منم میخواستم بیام، ولی اینکه دیروز تو دلیلی بود که من میخواستم بیام، ولی اینکه تو دیروز برمیگردی میگی قطعا من خب کارتمو دیدم میدونم شهروندم. به نظر من شماره 10 هم میتونه شهروند باشه. من سینا رو هم همچنان شهروند دارم. حرف شهرام برام مشکوک بود. همین راجع به حرف من هیچ نظری نداد. داداش هواپیما میدونی چیه؟ یه اتهام دیگه بزن تا مثل هواپیما بری بیرون. اینو جدی دارم بهت میگم ها. از اینایی که به من گفتن شهروند الان اتهامت کیه؟ های شماره 4 های شماره 3 کیان الان اینا؟ یه دونه دیگه تو اتهام به من بزن ببین میری یا نمیری. ببین عزیزم، شما الان این دو نفر به هم اتهام زدن، ایشون هم اتهام زده، اینا هیچ کدوم همشون به من میگن شهروند، تو اونا باید مافیا داشته باشی. چالش کی میخواد؟ شهرام تو چالش نمیخواد. چالشم واسه شهرام بعد صحبت های من صحبت کنم. من شهرام تو رو مافیا دارم، تو امکان نداره بازی شهروندی دیگه. شما مافیایی ها. آقا من یه سریال میگم به هم دیگه اتهام نزنه، یعنی به نظرم شما دو تا به هم دیگه اتهام نزنید، شما هم بهشون اتهام نزنید. به نظرم شما سه تا شهروندی، من شهروندم، شما دو تا هم شهروندی. هر چی در میاد تیم مافیا بین این دو دوست و ایشون و شهرام، یعنی بین این چهار تا قطعی سه تا مافیا است. قطع آ تو بازی چه مشارکت چرا نمیکنی شما؟ بفرمایید. این صحبتت یه ذره واسم شهروندی بود. خب اگه تو شهروند باشی واقعا پس پنج قطعی میشه مافیا، چون از دعوای من و تو خوشش اومد، یه جهت هم انتخاب نکرد، یه دونه به شما زد یه دونه هم به من زد، درسته؟ جفتمون رو مشکوک خطاب کرد. من که شهروندم، اینم گفت خودم من شهروندم، گفتم شهروند بازی، گفتم عزیز دلم به بنده اصلا اتهام نزنه. بفهمی چالش بذار این ورا شماره 3 صحبت کنه. ببین آقای شماره 2، به نظر من شما میتونی شهروند باشی، ولی آقای شماره 4 کل صحبتشو گذاشت که میگفت شماره 2 مافیا هیچ استدلالی درباره شما نداره. استاد من بعد چجوری فریب شما رو بخورم که به شماره 2 رأی بدم؟ بعد مگه من شروع؟ متشکرم، بفرمایید. من صحبت کنم. ببین شماره 10، ببین سه نفر دارن بهت میگن شهروند، من اینجای بازی به تو نمیتونم بگم مافیا، منم شهروندم. اگه شهروندی کوتاه بیا. شماره 9 الان شما 10 چیه واسه مافیا بازیه؟ تو شهر الان سه نفره که دارن بهش کاور میکنن، من الان به حمایتش میکنم، من چیه؟ بزن شما اینو قطعی مافیا بازیه. بفهمه. سینا هم شهروند بازیه، چهار نفر دارن بهش میگن شهروند. من بهش بعد آقای شماره 5 بعد از من صحبت کنیم. ببین دوستان، یعنی واقعا سطح بازی در همین قده، من هیچ استدلالی ندیدم. شماره 3 بلند شده دوستان، از آقای شماره 2 اتهام خورده، آقای شماره 2 گفته یه اتهام دیگه من بزن پرواز میکنه، شماره 3 در جا چالش گرفته گفته آقای شماره 2 شما شهروند منی، همچین چیزی گفته آقای شماره 2، به چی عدم تایید میدی؟ بعد آقای شماره 2 بلند میشه اینور میگه که از بین کسایی که دارن بنده رو حمایت میکنن مافیا پیدا بکنیم، بعد خودش به حمایتاش اتهام نمیزنه. بفرمایید. من چالشمو صحبت کنم. خب بزرگوار سینا گفتش که بگرد، اگر داری به من میگی مشکوک به اینا بگو. مثلا نفهمیدم تو چی گفتی، از این میگذرم. شهرام تو چقدر زود به این نتیجه رسیدی که پس پوریا شهروند آرمان به قد مافیا؟ به نظر من امروز شهرام سیف خوبی، مطمئن خوبی، دیسلایک عدم تایید از شهروندی تو زود نتیجه گرفت به قد مافیا بودن. من شماره 2 صحبت کن. الان این استدلالی که آوردی، نظرت راجع به شماره 3 چی بود؟ نظرت راجع به شماره 3 چی بود؟ من مگه تو اونا اتهامی دارم که راجع بهشون بخوام صحبت کنم؟ تویی که به من اتهام میزنی باید راجع به اونا صحبت کنی. ببین بچه ها، من سر صحبت از شماره 1 چالش گرفتم، گفتم آقا قطعی مافیاست. چرا؟ چون پاشده یه شهروند گذاشته، مافیای مطمئنی هم نداشته. گفتم بعد من حداقل باید 5 تا اتهام بخوره، بعد من 5 تا حمایتش کردیم. بعد آقا چی میشینه؟ بعد پا شده تو صحبتش یه چالش از شماره 2 گرفته، گفته آقا شماره 9 اگه شهروندی منو ول کن. بعدم پا شده تیم شهروندی چینده، تیم شهروندی که ما به قد داریم میگیم شهر. خب ما سینا رو شهردیم، چرا بعد من آقا یه اتهام نخورد؟ من شهروند یه دونه زدم، یه مافیا پشت من میذارم. نفر بعد ببین 4 من مشکوک دارم، 10 به قد مافیا دارم. چالشم برای شماره 6 قبل از من صحبت کنه. ببین آقا شماره 8 قطعی مافیا است. خودت استدلال برات گفتم، من همه اینا رو شهروند گفتم، تو باید فقط اتهامت من باشم. من گفتم همه اینا شهروندن، تو امروز تگ دفاع میای بالا، تگ دفاع میری بیرون، قطعی مافیای بازی هستی تو. تو امروز رفتنی، تو دیگه نمونی تو بازی، تو رفتنی. ببینیم بچه‌ها، یه لحظه گوش بدین حرفای من، قشنگ گوش بدین. ببین بچه‌ها، من گفتم بین 7 تا 8 یه مافیا داریم دیگه، الان اصلا مطمئن شدم این دو تا باید بیان بالا. استاد تو برای چی میگی شهرام باید بیاد بالا؟ اینایی که دارن اینجا سمان. تو الان بلند شدی گفتی من شهروندم دیگه، درست؟ اتهامت کیه استاد؟ 5 نفر منو مگه شهروند نکردن؟ بین اونایی که منو شهروند کردن مافیا کیه؟ فقط قفلی زدی رو من، راجع بقیه نظر نداری. 8 قطعی مافیاست. استاد تو فقط ناراحتی که چرا اونجا یکی به یکی گیر داده. و شماره 4، تو دیروز به سینا اتهام زدی، امروز به سینا شهرونده. خیلی زود نظرت برگشت. بفرمایید. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای شهرام. سینا
حمید، مهدی، آرمان، پوریا، محسن، امیررضا، بیستید، احمد، محمد. به دلیل اختلاف آرا شماره 8 تک دفاع، یک نفر اتهام، یک نفر حمایت. همه اتهام منو می‌خواستم حمایت. آقای شماره 9 بفهم. اصلا حمایت به تعداد رأیش نگار قطعی مافیای بازی از دیدگاه بنده. چه جوری شد به من رأی دادی؟ من بهت گفتم تو مافیا یه جای دیگه بود. من چرا گفتم به تو مافیا، تو چرا به من رأی دادی؟ بعد به دو نفر واسه بعد خودت واسه چی رأی دادی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ تو دو تا مافیا این ور داری، بعد دو تا مافیا هم از اون ور داری. تو امروز هر کی شهروند رأی خروج بده شماره 8 بره بیرون، قطعی به نظرم مافیای بازی. آقای احمد بفهم. ببین مگه شما پا نشدی گفتی شماره 1 مشکوک بازیه؟ چرا به یک رأی ندادی؟ به شما خودت مشکوکه، به یکیش رأی ندادی، با 9 تا رأی اومده، خودش فقط به خودش رأی نداده. اصلا حتی اگه مافیا الان میشینه تو بازی به 10 فقط من رأی دادم، شما به من یه رأی دادی. ببین من 10 مشکوکم ولی اینو فلش شما، این آقا با من به 4م رأی داده، 4م شهروند. بفرمایید آقای امیررضا بیستید و دفاع کنید. ببین دوستان، بنده چه جور مافیایی هستم که روز 1 با 9 تا رأی اومدم اینجا؟ کلا 2-3 تا اتهام خوردم، کلن 2-3 تا اتهام خوردم. بعد این استاد، ببین من از روز معارفه به شما تارگت زدم. اتهام زدم از روز معارفه. من مافیام جای دیگه نبود، من از روز معارفه شما رو داشتم آقای شماره 6. ببین اگه ببین شهروند امروز دستش تو جیب بر من، اگه میخواییم به من رأی بدین، تک تک کسایی که به من رأی دادن فردا میرم بیرون، خونم گردن شماست. بایستید لطفاً. رأی گیری مجدد برای امیررضا. بفهمید بشینید. سابقه دار صحبت نباشه آقایون. با اله من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از 2 نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه، بخوابه تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید، حق تک تیر اندازی دارین. بخوابه پزشک، 2 حق انتخاب. بخوابه تفنگدار، شما حداکثر میتونید 2 تفنگ به شهر بدین. بخوابه دست همه عزیزان جلو برای دریافت تفنگ. دست هایی که لمس میشن فردا تفنگ خواهند داشت. آقایون دستاتون رو بندازین عزیزانی که تفنگ دریافت کردن. تایید. متشکرم. با اله من روز میشه و شهر بیدار. یک دور صحبت میکنید. 25 ثانیه با چالش از شماره 10 بفهم. چالش پوریا صحبت کن. آقا تو مگه نگفتی قطعی مافیا؟ چرا رأی ندادی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ سینا تو چرا رأی ندادی؟
خیلی عجیبه دیگه. شما چرا رأی ندید؟ تو چرا رأی ندید سینا؟ آقا یه لحظه گوش بدین، منطقی داریم باهاتون صحبت میکنیم دیگه. استاد تو مگه 9 تا رأی نیوردی به قول خودت؟ چرا رأی دو چون 3 تا؟ من که میدونم شهروندم این استاد، از نظر من قطعی شهرونده. اصلا گیریم شهرام مافیاست. چرا دو تا یار شهرام اینجا سوء استفاده تو رو بدن بیرون اگه شهروندی؟ آقا این قطعی تو برای چی لایک میدی اگه درسته؟ چرا رأی ندی دیروز؟ بفرمایید. چالش. سینا صحبت کن شماره 2. ببین من میخوام دیالوگ کنم باهات. شما یک جمع 5 6 نفره رو شهروند کردی، یه نفر اومده بالا، اوکی اینا با هم تو چالش بودن، منطقی چالش بودن، منطقی نیست از روی دعوای شهروندی یک مافیا تک دفاع بیاد بالا. هیچ کدوم از این مشکوکان بهش رأی ندادن. خب ببین دقیقاً آیه شماره 6، شما الان بازیکنی که اینو متوجه نشی، شما الان پاشی سر صحبت چالش رو ادعا گرفتی، بگی اگه تیری از فقط آقا رو بزنه، بگی من شهروند، مگه نمیگی ده برابر از شهرونده؟ تو دیروز با یک اتهام زدی، باید پاشی بگی من و 10 با 1 به این رأی دادیم نرفته بیرون. الان اگه تفنگ تو بازی اینو بزنه که ساید طرف شما 3 نفر در بیاد، ولی نمیگی، داری اونو مؤاخذه میکنی، چرا به این رأی 2 نداده؟ الان این چیه؟ اینی که شما بهش رأی 2 دادی مافیاست یا شهره؟ شماره 5 بعد از من صحبت کن. ببخشید آقای شماره 9، الان من چیم؟ ببین شما دیروز حمایت کردی از من، خب ببین آقای شماره 1، شما اصلا دیروز راجع به من صحبت نکردی، به من رأی مرگ دادی، صحبتی راجع به من نکردی، نه به من اتهام زدی نه به من از من حمایت کردی. رأی مرگت کجا بود سلطان؟ بفرمایید. من صحبت کنم چالشم؟ خب بزرگ، یعنی از بین این 3 نفری که به شما رأی دادن فقط اون مافیاه؟ نه تو خیلی مشکوکی پوریا محمد. 9 نفر پوریا گوش کن، 9 نفر رأی دادیم، 3 نفر رأی دادیم، فقط دارید بین شما دو تا منو مؤاخذه می‌کنی؟ نه 8 مافیا، احتمالاً 9 هم میتونه مافیا باشه، چون هیچ نظری راجبش. پوریا بلند شده میکوبه. بفرمایید نفر بعد. 10 بعد از من صحبت کنه. بچه‌ها من 8 رو نمیتونم مافیا داشته باشم، چون من شهروند با 4 رأی اونم تو دفاعی بلا فاصله 9 تا رأی آورده. من شهر چرا باید منشم برش یه شهروند دیگه بیاد بالا؟ دوست عزیز شما رو، شما قطعا مافیای بازی هستی. شما 5 نفر به 10 میگن مافیای بازی، میگن شهروند بازی، میگن 5 تا بعد به 9 رأی بدن دیگه، چون اتهام 10 9 ولی 9 یه رأی منو فقط آورد. 9 قطعی مافیای بازی. این چه جور مافیایی که با 9 تا رأی میاد بالا؟ بله من شهروند. بفرمایید شهرام، من چالش دارم. دوست عزیز تو یه دونه شهروند داری مافیات که امروز 9 قطعی شهرونده، این داره به من اتهام میزنه. استاد تو قطعی شهروندی، کسی بخواد بده بیار جنازه وارد شه. استاد تو دیروز اتهام نشی، الان به مافیا این لایک میدی. 4 قطعی مافیاست. تو الان بهت برسه 3 تا مافیا نگو، پرواز میکنی بیرون. شهرام صحبت کن. خواهش میکنم نگو 9 قطعی شهرونده. نگو. کسی که ما داریم اتهام میکنیم بهش، بهش گفتش که رأی ندی، کاورش حمایت کرد ازش، ولی الان میگه تفنگ بخوره بهش. من چیزی که تو ذهنمه بین 5 7 8 9 در میاد هر چی هست. آقا من کارتم شهروندیه، دیروزم شما رو گفتم بری بیرون، قطعی میخونه مافیا، بهت رأی خروجم دادم. محمدم از دیدگاه من شهروند زنیه، به تو رأی خروج داده، تو بیرون نرفتی. سینا عجیبه، سینا تو مگه نگفتی این مافیاست؟ به تمام استدلالای مافیا این تایید میدادی دیگه، درسته؟ چجوری امروز ازش دنده عقب گرفتی؟ خیلی عجیبه. به نظر من شما میتونی مافیای بازی باشی. شما که اصلا نمیدونم چی میگی، یعنی صحبتای شما رو که اصلا متوجه نمیشم چی میگی. بچرخه چالش. من میخوام شماره 8 صحبت کنه اول. ببین دوستان، ما روز 1 بازی توی چالش شماره 1 و شماره 6 بودیم، درسته؟ الان شماره 1 من تفنگ دارم. صحبتتون باید تموم شه، بفهمید. الان شماره 1 داره میاد میگه ما، یعنی داره خودش و شماره 6 و شماره 10 توی یک طرف میخونه. شما الان بلند میشی بنده رو میزنه، میزنی میخونه طرف شهروندی، بعدش کجا میخوای دری؟ من تفنگ. تایید میشه. من ایشونو میزنم. شماره 8 وصیت. ببین دوستان، بنده شهروند بازی بودم، واقعا هیچ دلیل و استدلالی واسه من نداشتی. ستاره ی مرگ آوردم روز 1 بازی، چه جور مافیایی هستم؟ ببین 6 حتی اگه شهروند باشه باید بره بیرون، به بازی بعد خودش باید ببازه. 1 به قد مافیا، 9 روش مشکوکم، 10 مافیا. متشکرم آقای امیررضا. امیررضا با طرف شهروند رقابت رو ترک میکنه. خسته نباشید و پشت صحنه همراه باشید آقای امیررضا. بفرمایید. اجازه بدید. بفرمایید. بله من صحبت کنم. به نظر من
امروز اصلا با کاری شما سه تا رأی دعایی به اون ندارم، امروز نوبت نوحه. چرا؟ چون نوح بلند شده دیروز دوروز حمایت گرفته، امروز میگه پاش تفنگو بزنه. تو دیروز اتهام حمایت گرفتی، امروز میگه تفنگ بزنه که بعد بیای رو این رأی دعا بدی بیرون. به نظر من امروز نوح چی؟ بعد من ده صحبت کنه، ده آروم باش، اصلا سمت من نیا. بچه نوح قطعی مافیاه. نوح از دعوای بین شما که با شهرمند شده بود لذت داشت، میگفت آقا رو تفنگ بزنه. ببین انقدر اینجوری شده سه تا شهرمند روزه یک. سینا مافیاه، سینا میخواست گره رو نگر داره تو بازی. با شما داشت تیم شهروندی میچید ولی با تیم شهروندیش رأی نداد. بچه نوح مافیاه، سینا مافیاه. من شما رو شهروند، ستایی که رأی دادیم به شهروند من شهروند دارم. متشکرم، بفرمایید. ببین من که قطعی شهروندم، من نظرم پوریا با اینکه تفنگ زده اتهام منم بوده شهرونده، یکم از نظر من میتونه شهروند باشه. ببین بچه‌ها، ببین اتهامایی که داریم زنی، من اینم آخه شهروند دارم. یه نفر کاور، بابا مافیا که نمیاد انقدر شو کاور بگیره که آقا. هفته امروز حمایت بگیره، ببخش هفته امروز گفته این شهرونده از نظر من اتهام نداره. تو هم میگی شما بعد من صحبت کن. شماره 5 ببین بچه، شماره 9 قطعا مافیای بازیه. ببین داداش، دیروز صحبت داشتیم میکردیم، این همه چرخیده بود، یه دونه اتهام داشت، اونم فقط خود تو بودی. بعد هم دست تارگت برای آقا داشت، هم دست کاور. اگه اتهامشو میداد میخواستی چی بهش بگی؟ بچه بعد ایروز مگه نگفتی این با این به من با هم رأی شماره 4 شد، شهروندی رو با رأی اون چجوری پیدا کردی؟ بچه شماره 9 قطعی مافیاه. آی سینا، نظرت درباره آقا چیه؟ بفرمایید. من چالش آقا اجازه بدین 5 چالش داره. من چالشم رو صحبت کنم. دلیل مافیا بودن شماره 9 اینه که دیروز حمایت گرفته، امروز داره میگه چرا تفنگ نمیخوره رویشون. بعد به پوریا خورده میگه که چرا تفنگ نمیزنه، در صورتی که پوریا بلند شد اتهام زد. بعد تو بفرمایید. پوریا بعد از من صحبت کن. شما چرا دیروز تیم شهروندیه رو بهش خورده نگرفتی؟ دیگه امروز نمیتونی اصلا صحبتی راجع به اون مسئله بکنی. سه نفر بلند شدید، هیچ کدوم به تیم تشکیل دادن پوریا گیر ندادید. امروز بلند شدید به اون کسی که این با تفنگ زده، اون دیروز کاورش کرده، ستایی حمایتش کرده، دارید سه نفری با هم میزنید. سای که ببین، اگر این آقا شهرام که قط آقا من صحبت کنم، من رأی خروج دادم، بین رأی خروجا من میدونم شهرام، پس بین شهرام محمد مافیا. الان شما دو تا باید به هم دیگه چالش بدید، هم دیگه گردن بگیرید. نمیشه، یعنی تو هم شهرامی، تو هم شهرامی، من شهرام مافیا چی؟ و تو بالا شهرام گردن بگیرید. این یه نکته عجیبه. ایشون دیروز ایشون حمایت کرده، امروز داره همه میگن ایشون بره بیرون. شما هیچ کدومتون منو مافیا ندارین با تفنگم شهروند زدن، مگه میشه همچین چیزی؟ شما ها مشکوکین. بفرمایید. برای 10 بعد از من صحبت کن. بچه ها، پوریا که قطعی مافیای بازیه، میگه ما بلند شیم همدیگه رو گردن بگیریم. من شهروندم، آقارم شهروند میبینم هنوز. تو میری آقای سینا هم مافیای بازیه. آقای آرمان، اگه شهروندی، نو هم مافیای بازیه. من الان شدم 2-6-9 کن 6 که قطعی میشه مافیا دیگه. با حقیقتی که خودشون بیان کردن، گفتم که خودم که میدونم شهروندم، پس بین شما دوتاست، درسته؟ آقای دو هم که قطعی مافیاست، نو هم به نظر من مافیاست. این پوریا، من تو رو شهروند دارم، میگی بلند شو اونو گردن بگی. چی داری میگی؟ تو استدلالت منطقیه، یه نفر حمایتش کرده، تو تفنگو زدی، با من و تو و شهرام کسی کار نداره، میگی فقط این بره. پس این قطعی شهروند آقا. بین 4 و 5 امروز با خروجی داشته باشیم. بفرمایید. الان تایید چی میدی استاد؟ دیروز برش به انتقام چی رای بدی؟ رای گیری میکنیم، رای گیری برای شهرام. بیستید. سینا، حمید، مهدی، آرمان، پوریا، محسن، احمد، محمد. سه نفر از خودشون دفاع میکنن، شمارهای 1, 5 و 9. آقای شهرام بیستید و دفاع کنید. دوستان، بنده مافیاتون نیستم. همون روز یکم عرض کردم امتیاز منفی میگیرید به بنده، سمت من بیاید. تو بین شما 9 تا سرچی هست، درسته؟ اینو همون روز یک گفتم، پس بنده رو رها میکنید. من به 5 هم مشکوکم، واقعا به 9 هم مشکوکم، ولی امروز من میگم 9 خروجی بازی باشه، چون دو نفر آقای شماره 6 جرم مرتکب شده و الان داره مخالفت میکنه با 9. شما مقاومت میکنی؟
به بنده رأی ندید. آقای شما استش به بنده رأی. آقای آرمان بیستید بده. بچه‌ها استدلالتون واسه اومدن دفاعی من چی بوده؟ اینکه دیروز یکی که سایدشو خونده، طرفشو خونده شهروند بازی، من بهش رأی دو ندادم، اول روز دارم بابت این مؤاخذه میشم، بعد میام تو دفاعیه چون دارم یه اتهام با دلیل میزنم. من سومین بازی تو این تورنمنتمه، دو بازی قبلی روز یک سه شهروند ریج فارسی چی میشه آقای نورایی؟ فشار همه جانبه وارد کردن به یک شهروند دیگه. من برای همین داره ذهنم قفل کرده. الان شما هر سه تا تو داری به هم گیر میدید، در صورتی که اون دقیقاً منتظر این بود که تفنگ بخوره بلند شه بگه خب تو برو. بفهم. منم شهروندم. ای بچه‌ها طرف دیروز با 9 تا رأی اومده دفاعیه. خب من مگه روانی ام بخوام دفاعیشو بگم؟ یه لغت میزدم با 8 تا رأی میرفت بیرون، فردا کیو می‌خواستین بگیرین؟ بعد آقای یک با 10 رأی مرگ دادن بهش، راجع به 10 هیچ نظری نداره. مافیاش میگه منم با 5. خب مگه من چیم الان که بخوام حمایت شهروندو بگیرم؟ بعد گفتم تیر بخوره. چرا؟ چون طرف شما 3 نفر، یه شهروند در قبال شما 3 تا. آقا تیر زده نشسته، آقا رأی دو داده نشسته، به زور شما رو من آوردم دفاعیه. امروز فقط خروجی با شما باشی. آقایون بیستید، شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای شهرام، آرمان، احمد. رأی برابر، سابقه برابر. بفرمایید بشین. هر دو، هر سه به سوابقتون اضافه میشه. بفرمایید بشین آقای احمد. صحبت نباشه خارج از نوبت. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از دو نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه. بخوابه تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیر اندازی دارین. بخوابه پزشک. دو حق انتخاب. بخوابه با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 5. خسته نباشید آقای آرمان، پشت صحنه همراه باشید. روز یک شماره یک بازی خیلی زود به نتیجه رسید از شهروندی یکی دیگه به مافیای من. من استلام اونو منفی گرفتم، چون براش تو ذهنم شانس شهروندی گذاشتم، شروع کردم با اون بازی کردن. ولی سر رأی گیری دیروز احساس میکنم اون مافیا منفیه، فکر میکنم استلام منفی، فکر میکنم رئیس مافیا بود، چون دیشب من افسون هم بودم شماره یک فکر میکنم، چون من دیشب گروگانگیری هم شده بودم، من داشتم اتهام زدم به شماره 9، منو تیر زدن که احتمالاً 9 رو بدن بیرون. خب برای من اینجوری میچینم، مثلا من یک میچینم، دو میچینم، احتمالاً اون یکی رو بخوام بذارم با کسایی که رأی دادم با من و شماره یک به شماره 9. رأی رو الان واقعا ذهنم به هم ریخته، ولی مثلا یک و دو رو میذارم اون نفر سوم، کسایی که با من رأی دادم به شماره 9. من اینجوری دارم فکر میکنم برای خودم، حالا اگه مسیر ذهنی اشتباه نباشه. یک دور صحبت میکنی 25 ثانیه با چالش از شماره 4 به این سمت. چالش
ده صحبت کنه. ببینیم بچه ها دیروز نه رأی مسابقه میکردین دیگه، سینا پوریا من با 5 رأی داده بودیم به شهرام. چرا کی بود؟ یه نفر دیگه بغیر من و پوریا و سینا کی بود رأی داده بود؟ تو بودی آن این استاد بود. این که دیگه قطعی شهروند در نظر من. شهرام تو قطع به یقین مافیایی. دیروزم رأی با این مسابقه کردی که بیرون نری. شهرام مافیاست. 4 قطع این مافیاست با 7. آقا این ستاره من مافیا دارم. آقا هر هر کی میخواد با آقا اتهام بزنه اول من اتهام میزنه. ما آقا من شهروند بازیو تیر زدم که شو کنم خودم فردا آقا قطعی مافیاه. بیا پایین بابا، من فهم میکنم تو شهرونده ای، بیا پایین. نه قطعی مافیاه. آقا نکس بعدی من دارم فارسی باهات صحبت میکنم، میگم این قطعی شهرونده، اینو بخوای بدی بیرون با اول منو بدی، نمیفهمی؟ من شهروند نمیذارم شهروندم بدی بیرون. دیروز به مافیای من رأی داده، چجوری اون برای قطعی شهرونده؟ بعد پوریا تو هم عجیب غریبی، یک با تفنگ شهروند یه نفر سمت تو نمیاد. من صحبت کنم اول. سینا کونسم نرده باشی که شهروند آقا حالش تو. ببین بچه ها، من تا آخر بازی با شماره 10 بازی میکنم. ببین آقای شهرام، شما توی دفاعیه بعد از شما شماره 5 واقعا هیچ استدلالی براش نبود. چجوری وارد دفاعیه شد؟ بچه ها شهرام، بعد تو چجوری الان از این حس شهروندی گرفتی؟ یک نفر اومده رأیش مساوی شده. اگه این شهرونده پس 9 بعد برای تو مافیا باشه دیگه. مافیاه. بچه ها 1-4-7 از روند بازی راضی؟ من صحبت کنم. بچه ها شما فرض رو بر این بگیرید که آقای شهرام شهروند بازی 4 رأی خروج میاره. چه احتیاجی داره یک شهروند دیگه 4 رأی خروج بیاره بره بیرون؟ بس شما مافیای بازی، شما که رأی مساوی کردی شما مافیای بازی. بین شما دو دوستم به نظرم یک مافیا هستش دیگه. چیو حمایت میکنی امروز؟ میگی تا دندون حمایت میکنه. بفهم. آقا یه دقیقه کاملا گوش بده من چی میگم. دیروز 9 نفر بودیم. شما شهروند بازی باشی ترجیح میدی اینایی که بازی کردن به یه شهروند رأی خروج دادن اتهام دومشون از بازی خارج تو وضعیت قرمز بازیو در بیارید؟ نمیتونید مقاومت کنید. اگر این دو نفر رو با هم مافیا داری باید بگی پوریا مافیاست. باید بگی پوریا مافیاست. مگه میشه همچین چیزی؟ تنها یه آدزی برات میذارم، شانس. یه شانسی برات میذارم. یه شهرام شهرام این حرفایی که میزنی چرا چالش نمیگیری بگی؟ نفهم چالش. ببخش به مافیا نمیدم، معذرت میخوام. جفتتون مافیای پوریا مافیاست، خوبه؟ خب مافیان دیگه، تو باید مقاومت میکنی دیگه. شما قطعی نوع شهروند داری، پس قطعی تو هم یارش. چرا؟ چون من شهروند همراه آرمانی که رفته بیرون شهروند رأیامون رو مساوی کردیم. ببین چه جوری رأی مساوی شد. امروز آقای شماره 6 داره میگه 4-1. سینا تو شهروندی واقعا، پس میشه 6-9-10. بفرمایید من صحبت کنم. آقای شماره 1، شما دیرو اتهام گذاشتی میگفتی شماره 2 مافیای بازی، الان بلند شدی داری بهش میگی شهروند، تا اتهامات عوض شده. بچه ها یک قطعی. بعد شما اگه باید استاد فکت تو استدلالت رو اوورد، شما 4 رأی آوردی، من اگر مافیای بازی باشم دستا میذارم تو جیبم، شما اگه شهروند باشی میری بیرون. آقا منم اون چیزی که تو داری میگی رو واسه 4 اون شانس و واسهش میذارم. خب ولی ببین الان تو اصلا اتهام نمیخوری، خیلی چیز عجیب غریبه. هیچ کی اصلا اسم تو نمیاره شماره، فقط من معارفه و روز یک بهت زدم دیگه، کسی بهت کار نداشت. شهرام تو دیروز من و پوریا شهروند قطعیت بودیم، امروز که سینا ازت میپرسه چرا راجع به اینا کار نداری میگه جوف مافیان. من انقدر نمایان یارم و تو روز با دندون نگر دارم که تو بیو با شماره 4 رأی مرگ تأخیری بدی که بدیش بیرون. رو پیشونیم چیزی نوشته؟ بفهم چالش پوریا صحبت. آه من اصلا واقعا 1000 تا مافیا اینجوری گرفتم. یعنی امکان نداره یک شهروند 4 رأی خروج بیاره بعدش یک شهروند دیگه 4 تا رأی دیگه بیاره. این استدلالیه که من به این استدلال میبازم دیگه. ایشون هم مافیاست. آقا شما یک دونه چالش بگی امروز تو دادگاهی. ببینید امروز تو دادگاهی شما بفرمایید. ببینید بچه ها، من اگه سینا شماره 10 مافیای بازی باشن دوست دارم به استدلال مافیایی ببازم، ولی شهروند نمی رو ماسخور نبازم. دیروز من 4 تا رأی آوردم. شما به کسی رأی دادی که حمایت یک شهروند رو گرفته؟ به مافیایی، به کسی که رأی دو به یک شهروند داده رأی ندادی. چرا؟ ببینید چین تیم مافیایی، ببین 1-4-7 اینا کسایی بودن به همراه 5 من رأی دو دادن. چرا به ما، به کسی که رأی دو به یک شهروند داده روز یک رأی ندادی؟ یک تو بس آقا داره میگه 1-4-7. خب 6 و 10 هم رأی خروج دادن بدون شهروندت. چی شد آقا؟ نو قطعی مافیاست. شماره 10 یارش میشی خواهی اینقدر مقاومت میکنی؟ شهروند منعطفه. بفرمایید.
بچه ها یه نفر دیروز اومده تو دفاعیه 4 تا رأی میاره، خب قطعی شهرونده، چرا باید نفر باید 4 تا رأی بیاره؟ من قطعی با اینکه اتهامه باید به اتهامم رأی بده دیگه، این آقا قطعی مافیایی بازیه. بعد دوست عزیز تو هم به 9 میگی مافیا، بعد به اون 4 نفری که رأی دادن به 9 بعد بگی شهروند، چرا نمیگی 4 هم به نظر من مافیایی بازی؟ بعد دلیل چیه؟ چون من چالش میگم مافیا فردا میری. این آقا هم نظر مافیایی بازی، چالش برای سینا بعد صحبتای من صحبت. آقا این که قطعیه، یعنی هیچی، این قطعیه. ببین به نظرم سینا تو شهروندی، همین شهرونده، من شهروندم، شما تو این دوستمون مافیاست، این دوستمون مافیاست و یک امروز شهر، آقا ما 5 تا شهروندی شهرام و شما میایید توی دادگاه حمایت و اتهام میگیریم، یکی شهرام تو میری. آقا چه استدلالی تو آوردی؟ میگی تو 4 تا رأی آوردی بعد تو شهروندی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ شهروند 4 تا رأی میاره بعد یک شهروندی 4 تا رأی دیگه بیاره؟ خیلی جالب بود صحبته. یه دقیقه گوش بدید، یه دقیقه کامل گوش بدید. تو آقای شماره 3 دیرو برای چی به این رأی خروج ندادی؟ برای چی به این رأی خروج ندادی؟ مگه رأی 1 نداده بودی؟ تو اینا هم که هیچ کدوم مافیا نداشتی؟ چرا پا به این؟ مگه اون قطعی شهروندت نبود؟ مگه میشه همچین چیزی؟ بازی انقدر ساده نیست از نظر من. شهروند نکنید الکی، شهروند الکی اینو نکنه کسی. بفرمایید میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای شهرام. بیستید آقای شهرام. سینا، حمید، مهدی، پوریا، محسن، احمد، محمد، بفرمایید بشینید. دو نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره 1 و 7، یک نفر راجع به شهرام صحبت کنه، سینا صحبت، یک نفر راجع به محسن صحبت. بفهم کامل این تو ذهنتون باشه، بازیکن تیم مافیا باید، بازیکن شهروند و مافیا باید تیمی ببره تیمی با باز. 5 نفر هیچ کدوم اتهام نمیخورن، نه امروز نه دیروز. 4 نفر دیرو رأی دادن با آقای شهرام، آقای شهرام خارج نشده، باز اینا اتهام نمیخورن، میگن ولی 9 بعد از بازی بره بیرون. امروز فقط رأی بدید شهرام بره، فقط شهرام امروز. بفرمایید. ببین سینا، امیدوارم فریب تو و پوریا رو نخورده باشم، خب ولی ببین من معتقدم شهرام امروز باید خروجی باشه، ولی یه چیز جالب برام هست. تو من نمیگی این قطعی مافیاست، چرا ببین رأی ندی پوریا؟ تو میگی قطعی مافیاست بعد بهش رأی نمیدی، با رأی 4 اومد میاد تو دفاعیه. من صحبت ها رو میشتم طبق صحبت رأی میدم دیگه، یعنی اگه تو هم شهرام شستی 3 تا شهرام ندید مافیا رو نونو ماستی میبره. آقای شهرام بیستید و دفاع کنید. 8 نفریم رأی ندین به هیچ کدوممون، رأی ندین به اون آقام، رأی ندین، چون از جهتی که من داشتم بازی میکردم حداقل اومد بالا، حتی اگه مافیا باشه، حداقل از جهتی که من داشتم بازی میکردم با آقای شماره 9 سینا که وضعیت قرمز میگه شهرام هم میتونه مافیا باشه، پوریا هم میتونه مافیا باشه، گفتم آقای شماره 10 اگه شهروند باشه ما به شما باختیم، قطعا حذف میشه. من به من رأی ندید، به 7 به نظر من رأی ندید دوستان، به 7 به نظر من رأی ندید. یه 7 دقیقه یه دونه یه جایی حرفی زدی، شما برگشتی گفتی بعد از. متشکرم. آقای محسن بیستید و دفاع کنید. بچه‌ها من واقعا نمیدونم چه دفاعیم. آقا میگه چالش نمیگیره مافیا بازی، من به چه جرمی چون دارم یکو هم باید میکنم؟ من شما مافیای بازی شماره 1 الان مزه تو، من شهروند بازی ام، من نمیدونم آخه چرا من برای تو بیام تو دفاعیه؟ چرا من چینشونو چیندن 1 و 7؟ یعنی من انقدر شو یک یارم دارم فقط حمایت میکنم، بعد شما دو تا ما رو گرفتی؟ به من اصلا رأی نمیدید امروز. اگه میخواد رأی بدید یک رأی بدید گره باشه، ولی من اصلا رأی ندیدم. بیستید. شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای شهرام. محسن بفرمایید بشینید. آقای محسن، شهرام کلام آخر. بچه بازی رو شهر باخت، هست شد خیلی. بچه من دوست داشتم برم بالا، اینجوری که بازی کردین اصلا بازی رو خراب کردین بابا. خیلی استاد تو با واقعاش مافیایی دیگه، تو هم مافیایی. پس سینا خیلی تو ماف، تو هم مافیایی، پوریا مافیاست، احمد هم میگم مافیا، اینا اینا دارن. آقای شماره 4 شهرونده، 7 هم به نظر من شهرونده. حالا متشکرم آقای شهرام. شد دیگه، خسته نباشید. خسته نباشید. پشت صحنه همراه باشید لطفا. اون یکی هم میبینم هم به 2 شک داشتم هم به 3، این رأیش خیلی عجیب بود. 3 رو شهروند داشتم، 10 هم شهروند داشتم.
فکر کنم دو بود چون دو بازیکن خوبیه اینجا بازی. من 2-6-9 دیدم. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از یک نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. با اعلام من روز میشه و شهر ما شکست میخوره. کشته شب شماره 9 رئیس مافیا بیسته. ناتو گروگانگیر. دوستان پشت صحنه تشریف بیارید. بسته بود سلام بچه‌ها. سلام خوبید؟ آقا بازی چطور بود؟ عالی بود. خیلی خوب بود. کلیشیت بردیم. ما که دعا میکنیم با دعای خیر پدر مادر بازی ها مافیا شید. شهروند اصلا چرا؟ نمیسازه. اصلا نمیشه اینا رو قانه. نمیشه یه جوری بازی میکنم. من اگه شهروند بودم میدادم 8 بیرون جدی. روز یک تایی میدادم بره. استرس صحبت نمیکنن. اصلا مشکوکیته. ببین جلوی دوربین نمیفهمی کی استرس دوربین داره کی استرس مافیایی داره. این بده تو تلویزیون. ولی تیم که خوب بازی کردش، کلینشیت هم بردیم بدون تلفات. ما کلن فقط به گروگانگیرمون بردیم. ما خیلی، نه من نه ناتومون خیلی، من اصلا واقعا از صبح اصلا حالم خیلی میزون نبود. دست قبل من مافیا بود، اصلا نمیتونستم خیلی باز همو انرژی رو بذارم. ولی سعی کردم که بازی رو دو طرف کنم که لااقل اگه باز فردا تیرمونم نمیشه باز نهو میدادیم بیرون. سعی کردم با سینا مخالف باشیم که جفتمون تیممون به هم وصل نباشه. ولی سینا بازی در آورد برامون دیگه. ما خیلی کار خاصی نکردیم. شهروندم در دیوار شما روز آخر تو نزدیک خروج هم رفتی. نمینستم بیرون نمینم یک میره چون شهروند داشتن به یک میزن. ولی خب من دلیل کم صحبت کم خب بگم که شهروند داشتن تبر میزن دیگه. سه نفر رای یک دادن دیگه. ما پس چی چیز بگم؟ حتی من خب نقش ناتوی هم بدم میاده. ولی خب یارو مالی بود افسونگر خیلی مهمه تو بازی. یکی از گروگانگیره. گروگانگیر خیلی نقش مهمیه. من همش استرس داشتم نکنه تکاور رو بزنه نمیدونم چی بزنه. ولی شب کارش رو گروگانگیر درست انجام داد. یکی از علتهای بردمون آی سینا به روز یک با 9 تا رأی اومده. من پاشتم حمایتش رو گرفتم. گفتم آقا هیچ کی رأی نده. حمایتش رو گرفتم. هیچ کی رأی نده. اصلا بعیده یه مافیا با 9 تا رأی بیاد. بعد روز یک تفنگدار، دکتر و نگهبان رأی 2 میدن به یک تکاور بازی. اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ شماره 8 رو میگی. شماره 8 رأی 2 میده دکتر، تکاور، نگهبان. بعد من فردا پا میشم میگم خب آقا دیروز گره بوده، امروز هم قطعا آقا رو گره میکنن. من شهروند ساده تیر اگه است آقا بزنه طرف سه نفر در بیاد. خب من چه میدونم تفنگدار و نگهبان و دکتر. اصلا چرا دکتر باید رأی 2 بده روز یک؟ دکتر تا 2 روز باید تو سایه بازی کنه. من دارم با من تکاور بازی ام. خب باید طوری بازی کنم شب شات سوزنی بشم. تیر سوزنی. تیر سوزنی بشم. اصلا یعنی چی تیر سوزنی؟ یعنی اینکه مثلا مافیا کسایی که نونو ماس خورن رو میزنن که دیگه طرفی مشخص نشه. من چون تکاور بازی بودم میخواستم شب تیر بخورم. خب واسه همین داشتم آروم بازی میگم مثل بازی قبلی مثلا تندخو پرخاشگرانه نبود. بعد دیدم شماره 6 داره منو گردن میگیره، شماره 10 داره منو گردن میگیره. من به شماره 2 دارم با استدلال با دلیل دارم اتهام میزنم. یه دفعه 9 تا دست بالاخای شماره 2 در میاد که چی؟ نه شماره 2 فقط چربند. شماره 6 میاد هر شب داره شماره 2 رو نگهبانی میده. سلطان این سطح بازی در حد 1/4 فصل 16 نیست. سلام عرض میکنم خدمتتون. مجدد بازی رو دیدیم. با وجود اینکه تیم مافیا بازی رو برد من خیلی از روند بازی ناراضی نبودم. به نظرم بازی حداقل چالش داشت، استدلال می آوردن حتی به غلط. بد نبود، نمیشه بگیم بازی خیلی بدی بود، حتی بازی خوبی هم نبود در واقع. ولی من خیلی بدم نیومد. تو این بازی تیم مافیا خوب بازی کرد برخلاف دستای گذشته بازی‌های قبلی.
به جز شماره 7 از نظر من، من احترام زیادی قائلم برای شخص ایشون، ولی از نظر من دو جا استدلال مافیایی خودش رو به صورت عجیب و غریب آورد. اول بازیه که شروع کرد من گفتم به به، یه استدلال قوی گفت، ادامه‌ش رو بلند میشه میگه من مافیا میشه. آره خیلی، یعنی واضح مافیا بود. و قسمت عجیبش یه جا بلند شیش بلند شد گفت این که قطعیه، ولی یک بره بیرون. خب این که قطعیه اینو بده بیرون دیگه. خیلی عجیب بود برام. خیلی صحبتی ندارم در مورد بازی. نوید هم صحبت کن. خب من خیلی کوتاه بخوام بگم، حالا خیلی هم در مورد بازی واقعا هیچی واسه عرضه نداشتن. هیچی بازی راجع به صحبت کردنش نداریم. تیم مافیا خوب بود. شماره 4 به نظر من خیلی جذاب بازی کرد. شماره 2 خیلی جذاب بازی کرد. صحبت همون تکرار اینا رو 200 بار گفتیم. باز هم برای 6 هم خیلی جذاب بازی کرد. باز هم برای انومین بار سه تا شهروند رأی دادن به یک شهروند دیگه و همونجا بازی تموم شد. انومین باری بود که این اتفاق رخ داد. پس یه نکته فقط بگم، من از یه نوع استدلال خیلی بدم میاد. بدم که به نظرم نمیشینه. اینکه این اول اومد تو دفاع بعدش اون اومد تو دفاع و فلان اینا، استدلالی که به کار میبره اینجوری باشه که اگه رأی رو از اون ور شروع کردن بشه استفاده کنه. حالا جدا از همینه، تو نمیدونم یه مافیا واسه خودش این چیزو بیاره. شماره 7 گفت، یعنی من شهروندیم که اومدن تو دفاع، بعد منم یه شهروند دیگه اومد تو دفاع. آره اصلا این دیالوگ بعد من یه شهروند آوردی تو دفاع، من یه شهروند دیگه بیاد تو دفاع. آره گفت بنابری همونجا گفتم نتیجه چی میشد. بنابری من مافیا و شهروند، مافیا شماره 8 میشه، مافیا باشه میشه شهروند باشه. وقتی خشت اول رو اشتباه میذاریم و بی‌محابا به مافیا اعتماد میکنیم، طبیعیه در باتلاق ساده‌لوحی خودمون دست و پا بزنیم. ارادت.